مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، تاجران و وارد کنندگان هرات نسبت به آنچه که فساد و اخاذی از سوی اداره نرم استاندارد می خوانند دست به اعتراض دادند. آنان با راه اندازی راه پیمایی دروازه اداره نرم استاندارد را به رسم اعتراض مسدود کردند و می گویند که این اداره استاندارد های پیاده کرده که حتی در کشورهای منطقه هم وجود ندارد. به گفته شرکت کنندگان این راهپیمایی، فساد در اداره نرم استاندارد بیداد می کند و کارمندان این اداره از هر متربار تاجر نظر به نوعیت کالایان بین 100 تا 500 دلار باجگیری می کنند. دولت به نام نرم استاندارد یک شعبه فاسد بیامده که حتی نماینده مثلا رئیس جمهور قبول نداره، اون ما چی قبول داره؟ فعلا که هر موتر فی موتر 7000 تا 10000 افغانی اونا که قانونی میگیرن، چون که بزنا فرم دادم فرمی میگیرن. حالا بانگیری های میکنن که برادر از ما مار وادار میکنن که بزنا پول بده. بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در حال حاضر روزانه دست و کم 400 موتر تنها از مرز اسلام قلعه مواد ساختمانی و سوخت وارد میکند که امروزه با این چالش روبرو هستند. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات تاکید دارد که فساد در اداره نرم استاندارد به شکل گسترده وجود دارد و این قابل قبول نیست. از هر موتر سیخ گل اداره استاندارد 500 دلار، از غیر 300 دلار و از سمیت 100 دلار اخاذی میکنه. اگر این پیسر به اینا تقدیم کنیم، جنس او با کیفیت خواهد بود و در غیر او صورت اجازه ورود نخواهد داد و منفی میزنه. ارگاه تظاهرات ما مؤثر واقع نشد، به متوقف نمودن فعالیت تجارتی، قطع واردات و انتقال سرمایه‌شان به خارج از کشور اقدام خواهند نمود. پس وی هم آمر آمریت نرم و استاندارد هرات با رد ادعاهای فساد در ادارش میگوید که طی چند روز گذشته 68 موتر باربری که خلاف نرم ها بارگیری شده بود را متوقف کرده است و می افزاید که نرم ها از سوی شورای عالی اقتصادی تعیین شده. اونا میگن که ما امی جنس را که شما میخواین مطابق کیفیت نیست. ما برش میگم که یا انالیز شما بالاست، ما چیزی که میگیم، ما میگیم که ما اینجا مسئول هستیم که استاندارد را تطبیق بکنیم. درست است، این وظیفه ماست. شما برین اینمی موضوع را برین همراه مرکز حل بکنین، برین همراه ده مرکز همراه شورای اقتصادی حل بکنین. و این حال سخنگوی والی هرات میگوید که خواسته ها و ادعاهای موجودیت فساد در اداره نرم و استاندارد را با مرکز شریک خواهند ساخت. مقام ولایت هرات قبلا جلسه طولانی با حضور هیئت رهبری اتاق تجارت، شرکت های وارد کننده و همچنان رهبری اداره محترم نرم و استاندارد جلسه را برگزار کردند. شکایات، خواسته ها و ادعاهای دو طرف مطرح شد، در اینجا صحبت های لازم صورت گرفت و طبیعتاً پیشنهاداتی که نیاز بود که در سطح محل قابل حل نیست از طریق اداره مرکزی موپیگیری لازم را انجام داد. روزانه صدها موتر باربری که شامل اجناس مختلف از جمله مواد ساختمانی، مواد سوختی، غذایی و نوشیدنی می شود از دو مرز اسلام قلعه و ترکمنستان وارد هرات می شود. ادعاهای فساد در اداره نرم استاندارد در هرات درست پس از آن صورت می گیرد که پنجشنبه هفته گذشته دوی سالن والی کشور اعلام کرد که دو مقام ارشد اداره مرکزی نرم استاندارد از جمله رئیس آن در کابل به تمام اخذ مبلغ 200 هزار دلار رشوه بازداشت شدند.